الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد محصلان نهایت گرامی سمستر ششم شرعیات پوهنتون جامی السلام علیکم و رحمت الله و برکاته بار دیگر در خدمت شما قرار گرفتیم و خواستیم مفاهیم یا مطالب مربوط به جلسه دوم هفته 13 عمر خدمت شما تقدیم کنیم. خوشحالیم که تا حالا توانستیم موفقانه درس‌های 12 هفته را خدمت شما تقدیم کنیم و رسیدیم به هفته 13 جلسه اول تقدیم شد و حالا نوبت رسید به جلسه دوم یا درس دوم ما. در اینجا سه موضوع مورد بحث ما و شما قرار گرفته: یک، جواز همکاری های مالی برای برخی افراد; دو، جواز استفاده از مواد غذایی قبل از تقسیم غنیمت; و سه، لزوم خودداری از خیانت در غنیمت. و در ارتباط به این سه موضوع خوشبختانه ما اینجا حدیث 1284، 1285 و 1286 را یادداشت و آماده ساختیم تا مطالب مربوط به این سه حدیث را که این عناوین مهمه که ارتباط به این سه حدیث میگیره در ابتدا یادداشت کردیم و سعی میکنیم این مطالب را خدمت شما تقدیم بکنیم. حدیث 1284 عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفل بعض من يبعث من سرايا لأنفسهم خاصة سوى قسمة العامة الجيش از عبد الله ابن عمر رضی الله عنهما روایت است، می فرماید رسول گرامی اسلام علیه السلام برخی سریه ها را می فرستادند علاوه بر سهم عمومی سپاه به برخی از آنان سهم اضافه ویژه می دادند و خاص می دادند، یعنی این سهم ویژه و خاصی بود برای آنان غیر از سهم عامی که به اصطلاح برای تمام جبهه تعلق داشت و برای هر فرد مجاهد داده می شد. این بود حدیث، متن حدیث و ترجمه حدیث. حالا می پردازیم به بیان پیام هایی که به این حدیث پیامبر گرامی اسلام علیه السلام تعلق دارد. حدیث صحیحه، در بخاری و در مسلم در هر دو کتاب صحیح روایت شده. پیام اول، امام مسلمین می تواند برخی از قطعات نظامی را جایزه و امتیاز مالی ویژه و تشویقی بدهد تا هم خودشان تشویق شوند در آینده برای مبارزه و فداکاری بیشتر، و از جانب دیگر درس برای دیگران باشه و دیگران به این کار تشویق بیشتر بشوند. پس این موضوع در این حدیث آمده و از این حدیث دانسته میشه. کلمه سرایا جمع سریه، سریه در واقع یک قطعه نظامی را میگن، یک گروه را میگن که آماده میشن برای جهاد و به صوب و به طرف فرستاده میشن. و پیام دوم، تشویق کردن با دادن جوایز و امتیازهای مالی با اخلاص مجاهد منافات و تضاد ندارد. اینجا خواستیم یک سوال مهمی را جواب بدیم و آن این که شاید بعضی ها فکر کنند وقتی مجاهد امتیاز مالی بگیره و زمانی که او به خاطر تشویق شدن تقدیر بشه و به او امتیاز بیشتر داده شه، شاید از اخلاص از او چیزی کاسته بشه و با اخلاص او این کارها منافات داشته باشه. به همین واسطه این موضوع هم نوشته شد که تشویق کردن مجاهد
با دادن جوایز به او، با دادن بعضی از امتیازهای مالی به او، با اخلاص مجاهد هیچ نوع منافات و تضاد نداره. بنابراین با وصف او هم مجاهد میشه که اخلاص خود را حفظ بکنه، با وصف این که بعضی از امتیازهای مادی را گرفته. پس نباید در اینجا سوء تفاهم بشه. انما الاعمال بالنیات، اعمال یا ثواب اعمال وابسته به نیت هاست. وقتی نیت او جهاد در راه الله باشه، در ضمن اگر امتیازهای مالی هم بگیره، چون او نیت اصلی او نیست، هدف اصلی او نبوده، هیچ اشکال نداره و این امتیازهای مادی ضرر به اخلاص او و به جهاد او نمیرسانه. ببینیم روایت 1285. و عن ابن عمر رضی الله تعالی عنهما قال كنا نصيب في مغازين العسل والعنب فنأكله ولا نرفعه. عبدالله ابن عمر رضی الله عنهما می فرماید ما در جنگ هایی که شرکت می کردیم عسل و انگور به دست می آوردیم و آمده فنأكله ولا نرفعه، پس آنها را می خوردیم و برای بردن بر نمی داشتیم. یعنی در همان وقت که ضرورت بود مشکل خود را برطرف می کردیم، از اونا می خوردیم، اما برای بردن چیزی بر نمی داشتیم. بخاری این حدیث را روایت کرده و همچنین ابو داود این جمله را هم روایت کرده، اضافه کرده، فلم یؤخذ منهم الخمس، و از آنها خمس یعنی یک پنجم گرفته نمی شد. و کلن این مواد غذایی مصرف می شد و کسایی که به اصطلاح به این مواد غذایی ضرورت پیدا می کردن، به خوراک ضرورت پیدا می کردن، راحت از این خوراک و از این مواد استفاده می کردن. پیام های حدیث: یک، مجاهدین می توانند قبل از تقسیم غنایم جنگی بدون اذن و اجازه امام و امیر مسلمین از طعامی که به دست آمده است بخورند، ولی شرط این است که آن طعام از سرزمین دشمن به دار اسلام انتقال داده نشده باشد. و شرط دیگر هم که در روایت به او اشاره شده اینه که تنها اجازه خوردن از این مال و از این غذای آماده و پخته را دارند، اجازه برداشتن و بردن و انتقال دادن را ندارند. این شرط به این خاطر در نظر گرفته شده چون مالی که از منطقه یعنی از سرزمین دشمن به دار اسلام انتقال داده شد، او جزء غنائم میشه و باید که در میان غنیمت گیرندگان تقسیم بشه و او اخ هیچ کسی حق استفاده از او را نداره مگر ای که سهم به او داده بشه و این سهم او باشه. به هر صورت و اینجا این شرط را ما ذکر کردیم که منتقل نشده باشه، به خاطر ای که گفتیم بعد از انتقال مجبور که تقسیم بشه. و همچنین در خود روایت به این اشاره شده فنأکله ولا نرفعه، ما از او می خوردیم ولی از او چیزی بر نمی داشتیم. و در پیام دوم آمده با در نظر داشت شرط فوق الذکر استفاده از چنین غذای خیانت در غنیمت به حساب نمی آید. و اونجا موضوع دیگر آمده بود فلم یؤخذ منهم الخمس، پس این غذایی که از او استفاده می شه از تمام غذا استفاده میشه، نی این که باز امام و امیر مسلمان ها یک خمس او را جدا بکنه و از چهار حصه باز استفاده بشه، بلکه از تمام این غذا و مواد غذایی آماده برای خوردن بدون تقسیم استفاده میشه. خب میریم طرف حدیث آخر که 1286 باشه. این روایت رو ببینیم، متن حدیث و ترجمه حدیث را بشنویم. عن عبدالله ابن ابی اوفا رضی الله عنهما قال اصبنا طعاما یوم خیبر فکان الرجل یجیء
فیأخذ منه مقدار ما یکفیه ثم ینصرف. تقریبا میشه گفت امو حدیث قبلی یا مضمون حدیث قبلی اینجا هم تکرار میشه و امو مسائل در اینجا هم هست که متعلق به روایت قبلی بوده. عبدالله ابن ابی اوفا رضی الله تعالی عنه میگوید در جنگ خیبر طعام یعنی مواد خوراکی به دست آوردیم. منظور از طعام و غذای آماده است، غذای آماده برای خوردن، و هر یک از مسلمانان می آمدند و به اندازه هر یک از مسلمانان می آمد و به اندازه نیاز بر می داشت، به اندازه ضرورت. فیأخذ مقدار ما یکفیه ثم ینصرف، و سپس بر می گشت. یعنی وقت مشکل او به اندازه که خرج داشت و ضرورت داشت تا شکم خود را سیر کنه بر می داشت، دیگه دوباره بر می گشت و مسئولیت دیگر یعنی به اصطلاح بیشتر از آنچه به خوردن ضرورت داره بر نمی داشت و با خود نمی برد. پیام های این حدیث اینجا ببینیم مجاهد می تواند قبل از تقسیم غنیمت از مواد خوراکی که به دست وی افتاده است استفاده کند. این پیام اساسی است که از این حدیث دانسته میشه و در روایت قبلی هم سر این قضیه و این موضوع تأکید شد که میتوانه از مواد خوراکی که آماده هست برای خوردن وقتی به دست او افتاد استفاده کنه، گرچه تقسیم هم نشده و این اشکال در کار او دیده نمیشه. و پیام دوم، شایسته نیست که بیشتر از اندازه نیازمندیش بخورد. این کار مناسبی نیه، کار درستی نیه که کسی بیشتر از اندازه که به او نیاز داره بخوره، بلکه فقط و فقط به اندازه حاجت، به اندازه ضرورت و به اندازه نیازمندی میتوانه بخوره، نه بیشتر از او. و پیام سومی که در این حدیث ذکر شده اینه که هرگاه به قدر حاجت استفاده کند مشکلی ندارد و خیانت در غنیمت به حساب نمی آید. به این خاطر سر این نکته ما بیشتر تأکید کردیم، به خاطر که در روایات در واقع وعیدهای زیاد ذکر شده برای افرادی که به مال غنیمت خیانت می کنند و قبل از تقسیم مال غنیمت از مال غنیمت بر می دارند. اما این جای بحث بحث استثنایی است، درباره مواد خوراکی و غذاهای آماده و خوردن است که شخص به اندازه که حاجت و نیاز داره از اونا بگیره و همچنین این کار را هم انجام و همچنین برای خود چیزی را ذخیره نکنه، بلکه به همون اندازه که ضرورت است گرفته و باقی مانده را در جای او بگذاره. پس ببینیم دین مقدس اسلام در این امر و دستور خود هم به دو موضوع بسیار مهم توجه کرده. موضوع اول این که انسان که ضرورت داشت در وقت ضرورت در واقع حقی هم داره به این مال و به این غنیمت که به دست آمده، پس اجازه است که از همین حق خود استفاده کنه و از غنیمت بگیره و از این غذا بخوره. و نکته مهم دیگری هم که ضمناً به ذهن می آید اینه که دین اسلام از ضایع شدن اموال جلوگیری کرده و جلوگیری میکنه، به خاطر که اگر دقت بکنیم وقت غذا پخته باشه و آماده برای خوردن باشه، اگر از این غذا استفاده نشه و به دلیل این که مال غنیمت است این غذا نگهداری بشه، محافظت بشه و بعد از چند روزی و ساعات زیاد و روزهای زیادی که می گذره سعی کنیم ای را انتقال بدیم به دارالاسلام، شکی نیست که این غذا از بین میره، این غذا فاسد میشه و این غذا ضایع میشه. پس به همین مناسبت هم دین اسلام تأکید کرده که این غذای آماده و غذای پخته از بین نره و ضایع نشه. مجاهدین که نیازمند هستند بدون کدام حساب و کتابی از این استفاده کنند، نه برای آنها مشکل داره و نه هم خطر فاسد شدن و خراب شدن وجود داره. پس ای بود
سه حدیثی که خدمت شما تقدیم شد و در واقع پیام ها امو عناوینی که ما داشتیم، جواز همکاری های مالی برای برخی افراد که بحث نفل باشه، جواز استفاده از مواد غذایی قبل از تقسیم و همچنین لزوم خودداری از خیانت در غنیمت، این عرصه موضوع بسیار واضح از این احادیث دانسته شد. و صلی الله و سلم و بارک علی سیدنا و مولانا محمد و آله و صحبه اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.